نهم مهر ماه 1395 خورشیدی و 30 سپتامبر 2016 میلادی. امشب در برنامه صفحه آخر بخش دوم گفتگو با آقای عباس پالیزدار رو خواهیم داشت. سعی میکنیم کیفیت صدای آقای پالیزدار بهتر از هفته گذشته باشه، شرمندتون نشیم و متن صحبت‌های ایشون همزمان می‌بینین روی صفحه تلویزیون در برنامه امشب که هم شنیداری و هم دیداری به فیض برسه. پرده آخرم با کیفیت درجه 1 خواهیم داشت. عباس پالیزدار، دبیر هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه، در سخنرانی‌هایی که تو چند تا دانشگاه در سال 78 اوایل 78 از جمله در دانشگاه بوعلی همدان انجام داد، پرونده بیش از 50 تن از مسئولان جمهوری اسلامی رو که عده‌ایشون از روحانیون حاکم بودن بازخونی کرد و خب برای اولین بار فاش‌گویی گسترده‌ای شد از سردمداران نظام جمهوری اسلامی ایران و فساد به گفته خود آقایون ساختاری در این نظام. آقای پالیزدار رو 27 خرداد 78 میندازن زندان. 18 ماه ایشون زندان بودن و با وثیقه آزاد میشن. حالا جزئیاتشو بهش میپردازیم. این گفتگویی که میشنوید بخش دومش امشب، نخستین گفتگوی رسانه‌ای آقای عباس پالیزدار است درباره دوره زندان و برخوردهایی که باهاشون شده. منظورم برخوردهایی است که بعضی از علمای اعلام و حجج اسلام که دزدی‌هاشون و اسناد مربوطش رو پالیزدار افشا کرده با ایشون میکنن که امشب خواهید شنید. هفته پیش بخشی از خاطرات آقای پالیزدار در زندان رو شنیدیم که ایشون رو به دستور حفاظت اطلاعات قوه قضاییه به هر نحو میخواستن بکشن، چه در زندان چه در بیمارستان حتی. حالا امشب قبل از اینکه این بخش دوم گفتگو رو بشنم، این یکی دو نکته هست که باید اشاره بکنم. یکی اینکه جاهایی در صحبت‌های امشب آقای پالیزدار اشاره میکنن به دکتر مهدی خزعلی که دلایلش مختصرا عرض میکنم، یکی به این دلیل است که دکتر خزعلی از آغاز پشتیبان عباس پالیزدار بود و دوره ای هم که آقای پالیزدار در زندان بود و در بیمارستان دکتر خزعلی پیگیر کارهای ایشون بودن. ضمن اینکه هفته پیش نکته ای رو که گفتم باز بذارین اشاره بکنم که این گفتگویی که میشنوید بخش دومش امشب در محل سرای قلم در تهران انجام شد 10 روز پیش بعد از مراسم سالگشت درگذشت آیت الله خزعلی در اون محل که آقای پالیزدار هم تو اون مراسم بودن. ما گیرشون انداختیم، این گفتگو رو انجام دادیم و باز هم از آقای دکتر خزعلی سپاسگزاری میکنم که امکان انجام این گفتگو رو فراهم کردن تو اون محل. اما افراد دیگه ای هستن که اسمشون میاد در طول برنامه امشب، از جمله هاشمی شاهرودی رئیس اسبق قوه قضاییه، محمد یزدی رئیس سابق قوه قضاییه و امامی کاشانی که همین امروز هم ایشون امامت جمعه تهران رو بر عهده داشتن و نماز و خطبه های نماز رو هم ایشون فرمودن. محمد یزدی و امامی کاشانی رو بعدن در طول برنامه بهشون اشاره خواهم کرد. هاشمی شاهرودی رو اجازه بدین مختصر خدمتتون بگم که همینجوری بی مقدمه نریم سراغ صحبت‌های آقای پالیزدار. هاشمی شاهرودی عضو فقیه شورای نگهبان، نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، 68 ساله، متولد نجف است. پدر ایشون از مدرسین حوزه نجف بود، خودش هم درس و حوزه میخونه و مجتهد میشه. سید محمود هاشمی رو تا بیش از 2 دهه پیش از این، 22 سال پیش، کسی به اسم شاهرودی نمیشناخت. ایشون سید محمود هاشمی نجفی بود که بعد از انقلاب 57 ظاهرا به دلیل فشارهای صدام علیه شیعه ها با یه عده شیعه عراقی دیگه مثل سردار نقدی رئیس بسیج میان ایران و مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق رو درست میکنن. سید محمود هاشمی میشه رئیس مجلس اعلا، بعدم یعنی از سال 64 دقیقا میشه سخنگوی مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق. ایشون در حوزه علمیه قم از ثروتمندترین آخونداست. این همه حوزویان قم مخصوصا مدرسای حوزه میدونن و میگن این ثروت بی حساب و به ویژه خیلی میگن زمین دوست داره ایشون. این همه ملک و املاک از کجا آورده آقای هاشمی نجفی شاهرودی شده؟ داستان این است که مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق با پول ایران، با پول جمهوری اسلامی و با هدف گرفتن قدرت در عراق درست میشه همون اوایل انقلاب.
یک شاخه نظامی هم داره سپاه بدر که البته دیگه در ایران حضور چندانی نداره، به عنوان یک حزب سیاسی مجلس اعلی انقلاب اسلامی عراق تو اون کشور تو عراق فعال الان تو مجلس و اینها. اما تو همون سالایی که تو ایران فعال بود و نیرو امکانات جمع میکرد، یعنی از سال 61 دقیقا تا سال 82 که صدام سرنگون شد، کمک های مالی کلان حکومت ایران به مجلس اعلا و زمین ها و ساختمون هایی که در اختیار مجلس اعلا میذاشت، عملا بعد از سرنگونی صدام همش افتاد دست هاشمی شاهرودی، اساسا به نام ایشون بود و هست و خیلی ها ثروت فعلی آقای هاشمی شاهرودی رو از قبل همون وقفیه ها و دریافتی های مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق از حکومت ایران میدونن. سید محمود هاشمی شاهرودی، حالا بگیم در حوزه علمیه قم، از همون اوائل انقلاب که آمد ایران درس میداد، درس کردم آخونده با سوادی است، در سواد حوزوی به عربی درس میداد، ایشون شاگرداش هم عمدتا عراقی بودن. بعد اولین حکمی که در حکومت ایران میگیره از دست خامنه ای میگیره، سال 1369 میشود رئیس دائره المعارف فقه شیعه، یه 300-400 نفری زیر دستش کار میکنن توی ساختمون عظیم لوکس که حالا یه عکسشو دارین میبینین رو وبسایتشه، با بودجه بی حساب. ایشون تا اون موقع هنوز فارسی بلد نیست. 4 سال بعده که به حکم رهبر معظم انقلاب خامنه‌ای میشود، یعنی آقای شاهرودی به حکم خامنه‌ای میشود عضو فقهای شورای نگهبان، براش دوره فشرده کلاس فارسی میذارن و با ریاست بر قوه قضایی است که میشود آیت الله شاهرودی. مرداد 78، به مدت 10 سال تا مرداد 88، تا قبل از اینکه بشه رئیس قوه قضایی، یعنی تا 17 سال پیش میشه دیگه، هیچ جا نمیتونید پیدا کنید که آیت الله هاشمی شاهرودی یک سخنرانی به فارسی داشته باشه، چون فارسی نمیدونست. تو همین 17 سال اخیره که برای شجرنامه ایرونی درست میکنن و روستای سیدان در شاهرود میشود زادگاه جد مادریش، میشه آیت الله شاهرودی. کارنامه، حالا میگم خیلی باید مختصرش بکنم، کارنامه آیت الله شاهرودی شده همیشه مورد بحث افرادی حتی در داخل حکومت بوده و هست، چند نظر مالی چند نظر اداری، که فقط یکی دو نمونه کوتاه خدمتتون عرض میکنم. دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد، آیت الله شاهرودی میاد محمد شریف ملکزاده رو میکنه مشاور خودش در امور اجرایی. ایشون هنوزم ملکزاده این سمت رو داره و از نزدیکترین آدم ها به هاشمی شاهرودی است. ملک زاده که معاون مشایی بود در سازمان گردشگری و میراث فرهنگی و بعدم شد دبیر شورای عالی ایرانیان که باز مشایی پشتش بود و بعدش هم شد مدیر عامل ایرانول که میدونین روغن موتور تولید میکنه، سهامدارش زیر مجموعه های شرکت نفتن و آستان قدس رضوی و اینها، یکی دو تا دیگه. دوم تیر 90 ملکزاده به اتهام سوء استفاده هایی که گفتن تو سازمان میراث فرهنگی شده که هنوزم عقبش هست و هیچ وقت هم بهش رسیدگی درست نشده، ملکزاده رو میگیرن تیر 90، تفهیم اتهام میشه، زندانی میشه. 2 ماه و نیم بعد 21 شهریور 90 جعفری دولت آبادی دادستان عمومی تهران میاد مصاحبه میکنه در جمع خبرنگارا و میگه ملکزاده با قرار وثیقه آزاد شده است و رسیدگی به پرونده وی همچنان ادامه دارد. الله ادامه داره از 90. ببینین آقا از زندان آزاد میشه، میگن رسیدگی به پروندهش همچنان ادامه داره. هاشمی شاهرودی میره پیش رهبر وساطت میکنه، خامنه ای ملکزاده رو عفو میکنه، یعنی همچین آدمی رو که اتهام کیفری داشته، از میراث فرهنگی دزدی کرده، اتهامش ثابت شده، حکم ثابت شده، زندان افتاده، جناب رهبر معظم عفوش میکنه، نه اینکه رفع اتهام ازش شده باشه. بعد این آدمو یه سال بعد آقای شاهرودی که خودش رئیس دستگاه قضای عدل اسلامی است، رئیس قوه قضاییه بوده، میارتش میکنتش مشاور اجرایی خودش. ببینین چه دنیاییه. یه همچین روابطی رو بین هاشمی شاهرودی و سعید مرتضوی هم میبینیم. یک خبر کوتاه فقط بخونم که پایگاه خبری روز قبل از اینکه متاسفانه تعطیل بشه یک گزارش مستند خوبی منتشر کرد که من یه تیکش رو عیناً براتون میخونم.
یکی از موارد تخلف سعید مرتضوی بر اساس گزارش هیئت تحقیق و تفحص واگذاری 7 رقبه ملک در تهران و مشهد به دانشگاه عدالت است، دانشگاهی غیر دولتی و غیر انتفاعی که سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس سابق قوه قضاییه رئیس هیئت مؤسس آن است. اسناد رسیده به روز حاکی از این است که 7 ملک در شمال تهران، نیاوران، فرمانی، سوهانک و غیره و همچنین در آزاد شهر مشهد با دستور و امضای سعید مرتضوی به دانشگاه عدالت به ریاست سید محمود هاشمی شاهرودی واگذار شده است. دانشگاه عدالت مؤسسش عرض کردم هاشمی شاهرودی است و این 7 رقبه ملک در تهران و مشهد هم به املاک آقای هاشمی شاهرودی اضافه شد. حواستون باشه که اینم یکی دیگه از موارد مسکوت مانده در پرونده سعید مرتضوی است. برگردیم به آقای عباس پالیزدار و ادامه گفتگو. ببینین اسناد و مدارکی که عباس پالیزدار و تیم هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم جمع‌آوری کرده بود و آقای پالیزدار با سخنرانی تو چند دانشگاه در اردیبهشت 87 به مردم گزارش داد، این اسناد بحث این است. من هرچی فکر کردم که خب هزاران سوال میشه از آقای پالیزدار کرد، مهمترینش اینه این اسناد کجاست. هفته پیش آقای خزعلی گفتن در برنامه، گفتن که این اسناد هست جایی که حتما در زمان مناسب منتشر خواهد شد و محفوظ است و اینها. خب بالاخره باید یک زمانی این اسناد رو بشه. کجاست این اسناد و مدارک؟ اسناد مدارک موجوده، اسناد مدارک به صورت یک دیویدی کامل در اختیار هست، مشکلی هم نیست از بابت اسناد مدارک. اما خب حال لزومی ندیدیم اسناد مدارک رو کامل رسانه ها ارائه بدیم، بعد اسناد مدارک موجوده. خب موجوده، اون اسناد و مدارک اگه موجوده چرا بهش رسیدگی نمیشه؟ دیگه آقای خامنه‌ای هم که بارها فرمودن که با فساد باید مبارزه شود بدون استثناء، بدون گذشت. خب این اسناد به این مهمی آماده است، چرا به جریان نمیفته؟ ایشون بعد شروع کرد به خاطر آقای خزعلی یا آقای نمیاد زمانشون
جلوی مسئولین اعصاب رو گرفتم، نذاشتم بیان شما رو بازداشت می‌کنم فلان فلان. یه چند دقیقه به این خاطره عمومی پرداخته شد. این دفعه آقا گفت آقا من اینجا خاطره بگی برای من چه اتفاقی شما چی شد، چرا نمی‌رید با ایشون ببینید پاسخ خوب باشه ببینید حرفا درسته یا غلطه. که اونها با این تصوری که می‌دونن آیت الله غزالی رو نسبت به این موضوع آرام بکنن، و هیچ مجده ادامی نداره هم بایشون داره بقیه مقامات نظارتی به بازرسی و قضایی هرچی گفتن اشتباه بوده. همین اول من زنگ میزنم به سرگزاری و سرگزاری و بگم آقا اون بعدن باز بشه که به واسطه هم گفت آقایی تماس که با سرگزاری و مدر سرگزاری و آقایی مشکلی بعدن مشکلی داده چرا باز میکنم و بعد مثلا دستورات مدر رو شبهان به سرگزاری دادن و آقا من برای این لنگ بدم که چرا موضوع رو خیلی برحث بکنید. من برای کل موضوع بودم گفت ای برای کل موضوع هم برای هم شما بگیم چون اون جلسه ظاهرن آقای شارونی در موضوع بحره که شما گفتن 80% گزارش درسته و این جلسه برای اون 20% باقی مونده است. من میگم که شاید باقی داره 90% گزارش درسته اون بسیار برخورد نشده دارید بگه نامسته شاید هستی گزارش 6 ماه دستتون اومده شاید برخورد کنم من برخورد نمیتونم بکنم به من ربطی نداره و حاضر به پاسخگویی نشد. آقا گفتن آقا بایستید نهار نماز فلان باید جای شاهدی بیاد. آقا ناراحت شد و از جلسه خارج شد. من به آقای دکتر بیتی گفتم آقا بیتی بیا برو باشید تا شاهدی رو ببینیم و این برای تاریخ خوب هستید ببینیم نظر شاهدی نسبت به این موضوع چی هست. و موقعی که آقا مشاهدت تو باشید برگشتن به سمت داخل دفتر ریاست امور قضاییه ممنوعیت جاتی هم که ما برنگردیم به خونه سر آقا هم زحمت داد که دوست رو آقا آقا زنگ زد به دفتر آقا شاهدی آقا شد کسیشون بره میگرد اینجا رو زیر بودی بعدی هم رو برگشتیم در شد به یاد پاسر بار بدن رو داخل دفتر ریاست دیدیم که آقای عمومی ما مشاهدت کرد به زیر زمینی که آقای شاهدی داشتن ملاقات عمومی برگزار میکرد. یعنی انقدر بی‌توجهی نسبت به دستور بهبهی داشتن براشون اهمیت قائل نشدن که حتی این جلسه رو برگزار کنن و ملاقات عمومی در جهت نسبت به دستور بهبهی داده و ما نشستیم تا ملاقات عمومیشون رو هم ایشون تمام کرد. خب ببینید اینجا دیگه موضوع شکایت شخصی علیه مرتضوی نیست، مسئله چگونگی پس گرفتن اموال مردم. حالا اصلا تو این بحث من کاری به این ندارم که این اموال عمومی مثل معادن و کارخونه ها و غیره و غیره گفته دست چند تا آخونده حاکم، اگه از این آخونده گرفته بشه و بیفته دست همین دولت و همین حکومت، حالا چه گلی بر سر مردم بدبخت زده میشه. کاری به این موضوع نداریم. مهم این است که بحث همیشه ای که داریم واعظان کین جلوه در محراب و منبر میکنن، این همه درباره قسط و عدل اسلامی و مملکت امام زمان و نظام مقدس و غیره و غیره گوش فلک رو پر کرده این حرفای منبری، همین آدما همین منبری ها یا حاکم چی کارن؟ به این نهایتا آنچه پالیزدار مطرح کرد در دانشگاه بوعلی همدان، آیا همه تلاش کردند که مطلقا فراموش بشه یا کسی پیدا شد که دنبالشو بگیره؟ متاسفانه خیلی وظیفه در واقع وظیفه مجلس شورای اسلامی بود که بنده رو با دبیر این مجموعه شدن ضمنی که من حمایت نکردم بلکه این شکایت هم دنبال نشد. متاسفانه من از مجلس هفتم که خب خیلی به صورت انتظار داشتم که دست خارج از نام صورت نگیره و حالا برخی از نماینده هایی هم که بخش حمایت داشتن اونها رو هم رد صلاحیت کردن دورهای بعد. مجلس بعدی که اصلا فراموش کرد این تقریب نفعاصی که مجلس زحمت کشیده بخواد مجلس نمایندگان مردم و مثلا گذاشتن شد برای همین مزدوری که از وظایف مجلس تقریب نفعاص در نفعاص صورت گرفته که مورد تایید مجلس قرار و قرائت شد در مجلس شورای اسلامی متاسفانه بعد از دستگاه قضایی دنبال میشه که دنبال نکردن. آقا اون مجلس هایی که ما خیلی نمیتونیم انتظار داشته باشیم به جهت اینکه خدا همراه کنه با امور قضاییه، برای این مجلس هم من انتظار دارم که این مجلس که چند ماه از حضورش رو در مجلس میگذره به این امر پیگیری این امر نپرداختن و من همینجا از نمایندگانی که به عنوان اصلاح طلب رفتن داخل مجلس و مردم در واقع به خاطر این رای بودن که هر
ببینیم، من تا یادم نرفته اینو بگم که حتما جالب از شنیدن است که تو اون جلسه رسیدگی آیت الله شاهرودی به شکایت مردمی به اصطلاح که آقای پالیزدار بهش اشاره کردن تو صحبت قبلی، چند تا اتفاق میفته که یکیشو دست کم بشنویم. بیا قاضی یکی از قضات مثلا متهم و محکوم که از قضات تعزیرات بود اومده بود که از ریاست قوه قضاییه شاه رو دستور بگیره برای اینکه عفو بشه یا اقدامی صورت بگیره در راستای عفوش. و قبلش ما می‌دیدیم ما کنارش نشسته بودیم، باید فاصله یک کیلومتری کنار فرد مورد نظر نشسته بودیم. ایشون در حال اسناد و مدارک هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه. باز من همین سوال رو بارها و بارها از آقای پالیزدار کردم، آیا در مجلس محفوظ هست؟ اگر هست دست کدوم کمیسیون مجلس؟ خواهدتا هم کمیسیون اصل نبر هم کمیسیون قوه قضایی این هم مثلا
اصل و مدرک رو دارن و قطعا در کمیسیون امنیت ملی و کمیسیون دیگه هم باید داشته باشن. ولی کمیسیون امنیت ملی، کمیسیون اصل نبرد و کمیسیون ارشاد که اون قضیه از اون کمیسیون هم بگیرن همون مقطعی هستن که خودم شخصا بهشون دادن و قطعا در بایگانی اونها وجود داره. خب آقای داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، مجلس دهم، آقای الله‌یار ملک شاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، جناب آقای علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، این اسناد الان دست شماست. چرا باید اون همه سند رو که نماد فساد ساختاری حکومت قائم کنین تو قفسه هاتون، چرا دنبالش نمیگیرین؟ چرا حتی تو جلسات خصوصیتون نمیذارین مطرح بشه؟ و چجوری میشه باور کرد که رهبر معظم بگه باید با فساد مبارزه کرد بعد آدم باورش بشه؟ یک بار این رهبر معظم این اسناد رو اشاره بهش کرد، این اسناد که همون نوروز 87 رسید دستش، از اون بر همین مرتضوی که شکایت پالیزدار ازش شد، انگیزه همین مصاحبه‌ای که دارین میشنوین، همین مرتضوی تو تمام دوره‌ای که اون جنایت‌ها رو در مقام دادستان انقلاب تهران مرتکب میشد، تو همه اون دوران تلفن قرمز رنگ روی میز کارش مستقیم با رهبری در تماس بود، نه چون مرتضوی بود، چون دادستان بود. الان هم همینطوره، دادستان مستقیم تماس تلفنیش وصله به رهبر، کما اینکه دادستان خود رهبر تعیین میکنه. هفته دوم اردیبهشت 82 وقتی یکی از جلسه‌هایی که در طول اون هفته در دفتر رئیس وقت قوه قضاییه آقای شاهرودی برگزار میشد برای تعیین دادستان تهران، تلفن زنگ میزنه تو جلسه، وسط جلسه آقای شاهرودی رو میخوان که بره گوشی رو بگیره، از بیت تلفن وسط جلسه است، اون برای خط حجازی مسئول امنیت بیت رهبره، به شاهرودی میگه آقا میگن مرتضوی رو بذارین دادستان تهران، و مرتضوی از 30 اردیبهشت 82 رسما حکم دادستانی تهران را از شاهرودی تحویل میگیره و بعد جنایت‌های پی در پی در پی، قتل زهرا کاظمی و توقیف بیش از 120 نشریه و زندانی کردن روزنامه‌نگارا و بعد ماجرای کهریزک در ارتباط مستقیم با بیت، اینا فقط نمونه‌هایی هستن که جنایت‌هایی که در دوره ریاست مرتضوی و دادستانی تهران صورت گرفت. اینا قصه نیست که عرض می‌کنم، شاهدا هستند، هم در مورد وصل تلفن مستقیم روی میز کار مرتضوی دوره دادستانیش به دفتر رهبری و هم چگونگی گزینش، اگه بشه گفت گزینش مرتضوی به عنوان دادستان تهران، همش مستقیم دستور رهبری و ارتباط با رهبری. بعد جالب اینجاست که خیلی زود معلوم میشه که این آدم ها چقدر تنهان و چقدر زیر پاشون لقه، الان داری میبینین دیگه، به قول آقای خزعلی میگفت الان داره دنبال یکی میگرده که حمایتش بکنه، همین مرتضوی، از منتها از اون بر آدمایی که همینا انداختنشون زندان به جرم گزارش دادن به مردم چقدر طرفدار دارن. خیلی دور نریم، ما همین آقای پالیزدار وقتی وثیقه براش میبرن که از زندان بیاد بیرون، همین مردم با جون و دل میرن وثیقه واسش میذارن. من بعد از اینکه در حدود 8-9 ماهی هم یک کمتر از یک سال در این زمان شده نیست تو رجای شهر بودم که توی این مرحله که رجای شهر بودم چندین مرحله انزام به بیمارستان داشتم در حدود سکتر به زمین که میکردم و مشکلات شیمیایی که از دوران جنگ به یادگار داشتم و چند تا مشکلاتی هم که عادث شد که بردارم بیمارستان. بعد از ماجرای 88 اتفاق افتاد که آخرین جلسه دادگاه ما بود، نرسوند که مصادف رو به عصد پیامبر اکرم هم بود و قاضی سیاوش بنون خراسانی نوشت که تا صدور رأی با سند 500 میلیون تومانی ایشون آزاد. که خیلی از مردمی که من باز همینجا تشکر کنم از مردم، یک پدر شهید بزرگواری آمد و سند رو ارائه داد و خیلی کسایی دیگه بودن هم تو مصاحبه بودن که سند بازیدن برای ما و خانمات که رو حقا بابا کنن و اون پدر شهید آمد سندش رو گذاشت بدن پدر باش و یک جام باز داد هم سکرد که خودش رو جام باز داد آمد سندش رو گذاشت و آزادی ما اعلام شد به زندان و اون آمد همینجا برم بودن قاعده بر این هستش که به زندان هست که زندان انجام چه از زندان آزادی تو ما عملی بیدی بشه. ما رفتیم زندان هم بچه ها خوشحالی هم
کار تموم شده دیگه، داخل همه کام عملیات اعتباری سند گذاری هم انجام شده و وسیله گذاشته شده انشاءالله. خانوادگی هم نوشته برگه آزادی قاضی رو و یه نگران نباشید که بزرگم آزاده بکنم. راست ما بیه جلو زندان رجای شهر مثلا دوستان باشم و خانواده همه آمدن از پنج وقت از زور چون این زندان رو در زندان رجای شهر که عباس فاریزه رو آزاد بشه و همراهش باشن و گرمه شما دیدن خبرده با ما هم آمده بیدن اونجا. متاسفانه پنج شد، پنجانی، شیش، هفت، یه اصطلاحی از در زندان برای زندانگوی که در حال آزادی هستن بودش بیاد هفت سه برنگو ما تو هفت سه برنگو تو چند ساعت قرار گرفتیم این منتظر بود به اسم خونده بشه ساشون رو برداریم بریم بیرون با همه بچه زندانی خداحافظی کردیم چهار تلفن دادیم گرفتیم و خانواده‌هاش رو بگیر مشکلاتش رو بیرون از زندان بشیم و اینها این ساعت میگذشت خبری از اعلام اسم عباس فرزاد نمیشد اسمای دیگه خونده میشد اسم عباس فرزاد روش نبود. ساعت ده شب شد من اول از داخل زندان به خانوادهام در حالی که پشت در زندان بودم در تماس بودم که آقا شما تلفن چرا صدا نمیخونن؟ ما گفتم نه ما یعنی به شهرها مراجعه میکنیم هیچ پاسخی به ما نمیدن. تا ساعت از صدای ده شب ایشون گفتم زندانی زندانها از زندان آمد و چند دقیقه بعد دیدیم که بازرگان زندان ما صدا کرد و ما رو بردن دفتر رئیس زندان رجای شهر. دفتر رئیس زندان خواهم همین الان برای ما یه فکسی آمد که بیم فرار شما به خارج از کشور میگه و الان هم ایام حساس انتخابات 88 و ماجرای انتخابات 88 ها شده و شورای ها آغاز شده بود و نگران بودن و نکنند در بازارزا بگید حرفای بزند که دامنه این اصلا اختشاشات یا به انتخابات شدت بوده بوده این رو تحت رو باید بیم فرار یه نامه ای نوشته بودن که به گفتن ریاست رو به قضایی این نامه رو تنظیم کرده که از این بگید تخلف محرز قانونی بود که نمی تفاق افتاد چون قاضی مستقل رو نهسته کسی نمیدونه که قاضی بشونه قاضی رئیس رو به نظاره بوده که نامه سی کار رو بودن ولی برگاه همین این حفاظت نامه رو به نظاره این نامه رو تنظیم کرده و دستان نامه هم دستان رو نرسیدن با از جامعه مواد شکایتی من علی سعید مرتضوی و از سر جامعه رئیس حفاظت نامه به قضایی یکیش هنگی بود که متاسفانه چون نامه به دست ما نرسی نسبت به این مرفون شکایت ما چه اقدامی هم صورت نپذیرفت و در همون مرحله داستان رو رد شد که پرخواست رو نیومد و ما رو نگه داشتن اونجا و چند ماهی از مسائل انتخابات 88 گذشت و بعد از همون در اواخر سال 88 بنده آزاد شدم با سند و آمدم بیرون ارسال پدر شهیدم که به رحمت خدا رفت و پدر شهیدی بعد ما بسنده ما گوشته بود و ناچار شدیم که سند دیگری رو بزن مجددا سند دیگری گذاشته شد توسط یه عزیزه دیگه ای من از قبلم نمیشناختم ایشون رو و محبت که نصرت رو شد و این بعد از آزادی هم تا صدور حکم قطعی من بیرون بودم و مجددا بعد از حکم قطعی بدونی که احضار کتبی برای من بفرستن یه دفعه دیدم که جمعی خوری ما سرد شدن و گفتن ما چند روز داریم زاغ رو نمیزنیم پیداد کنیم و ما رو دستگیر کردن و بردن زندان. یه چند ماه یه دوباره مجدد تو زندان بودم که من داخل زندان باز اتفاقا زهر آشورا بود زهر آشورا به پسر آقای یزدی تماس گرفتم و از داخل زندان که آخه شما این چه کاریه میکنید چرا انصراف از شکایت نمیگید بگید شما نمیگوید این حرفی که من زدم درسته چرا این اتفاق هست تا کی مصیبت که برای ما درست کرده جده بست اون شد حتی اون اقتدام امید یزدی شد که باز اتفاقا دکتر خزعلی عامل ارتباط شد با امید یزدی صحبت کرده بود و من پشمند تماس با دکتر خزعلی من زنگ زدم به ایشون
ایشون علاقه کنم من که اعلام انصراف دادم شکایت خود همدیگه از یعنی که شاکی های بود که من که اعلام انصراف دادم و موضوع شکایت آن خواهد تماس از زنده محمد یزدی. حمید یزدی چه کاره است؟ پسر شیخ محمد یزدی، آیت الله یزدی چه کاره است که باش باید تماس گرفته میشد برای آزادی از زندان؟ جز این که به قول آقای پالیزدار جنگل های شمال رو مفت به نامش کردن توسط همین آقای نعمت زاده. خب من به واسطه این که آقای دکتر غزلی گفتن که تنها شاکی که اعلام انصراف از شکایتش نکرده آقای یزدی شیخ محمد یزدی و من با پسرش همکلاس بودم و از قدیم باش دوستم باش صحبت کردم و قرار که با پدر صحبت کنم که انصراف از شکایتش به واسطه همین من تماس گرفتم که ازش بخوام که زودتر اقدام انجام بده که به اون حمله قلبی دست. خب ببینید داستان این است که گفته شد همه افرادی که در افشاگری عباس پالیزدار ازشون نام برده همشون شکایت کردن علیه ایشون، شکایت رسمی کردن به دادگستری و اینا، البته بجز هاشمی رفسنجانی. خب آیا اینها بعد گفته شد که شکایتشون همشون پس گرفتن، آیا واقعا همشون شکایتشون رو پس گرفتن از عباس پالیزدار؟ بله بله همه شما هست که در غیر از آقای یزدی، آقای یزدی هنوز با برجا هست. چند برمان هم ایمان داره که شما ایمان کن که من از شکایت من این مطالبی که علی یزدی گفتن دروغ بوده ابراز ندامت کن تا من هم بیام انصراف کنم که همچنگاری صد سال دیگه هم نخواهیم کرد. خب درباره افراد و پرونده‌هایی که عباس پالیزدار در اردیبهشت 87 افشا کردند، اشاره‌ای هم به امامی کاشانی داشتن و گفتن که معادن سنگ‌های خزینه کشور رو تصاحب کرده همین از آیت الله امامی کاشانی که امروز نماز خوندن در به عنوان امام جمعه تهران، و ایشون آقای امامی کاشانی به اسم اینکه فرزند پسرش معلول جسمی است و می‌خواد مرکز حمایت از معلولان درست بکنه، برای مثال ایشون شکایتشو پس میگیره از آقای پالیزدار. خب اگه جواب مثبته برای مثال ایشون و دیگران، یعنی پس گرفتن شکایت این آقایون، آیا به این معنی است که اینها پذیرفتن حرفایی رو که پالیزدار زده، قبول دارن این اتهاما رو؟ به اون شکل که بخوان مثلا بگن اعلام کنن آقا با پذیرفتیشون درست گفته، نه، ولی کن به واسطه مثلا فرزن رو باعث تبسی یا آقای امامی کاشانی به واسطه تماسی که مثلا آقای باعث تبسی توسط آقای هاشمی رفسنجانی تماسی باشون گرفته شده، آقا بالاخره تا کی میخواد ادامه بده اون درست نیست این مطالب به قدر بمونه. آقای پالیزدار یه جانبازیه که 13 بار تو جنگ مشغول شده، 68 مسابقه جنگ میده، آخه درست نیست که این برخورد کنیم با کی داریم برخورد کنیم؟ یه توپ سرباز هست این صحبت های میدم حضور خودم با آقای واسطوسی انجام داد و واسطوسی هم از شکایتش استفاده داد. آقای امامی کاشانی هم توسط دوستان جبهه جنگ با ایشون صحبتی شد، باز آقای هاشمی رفسنجانی با ایشون صحبتی کردن و کسان دیگری که با ایشون صحبت داشتن و ایشون هم به اصطلاح ابتدا از من خواستن که بیا و بگو که علاوه بر اینا رو گفتی نمیخوای بگی اشتباه کردم.
مقدمی ندارم، شما حاضر نیستی بگی اشتباه کردم. بعد در حال بیا بگو من چه کار خیلی دارم انجام میدم، بیا بگو توان بخشی من چقدر خدمات داره به مردم داده میشه و فلان، که اتفاقا من خواستم ازشون که من تنها نمیتونم بیان بازدید کنم، باید کسانی که اهل فن هستن همراه من بیان و خود توان بخشی کنم. اگر دیدی واقعا کار خیلی صورت میگیره باشه، ما که صادقانه حرف حرفی رو صداقت داره به حرفامون رو خواهیم گفت. و جلسه بزرگ شده تا من چون آقای دکتر پزشک هستن، از آقای دکتر خواهش کردن به اتفاق یک پست دیگری که حالا اسمش رو صلاح نیست بگم، سه نفری رفتیم از چند تا از تمام بخشی های مورد تحت مدیریت آقای مانیکا شریف بازدیدی داشتیم و در اون بازدید ها خب اقدامات مثبتی توسط های مانیکا شریف انجام شده بود، بلکه مثل اقدامات مثبت رو در مقابلش خیلی از مردم عکس میشد. یعنی اگر که فرضاً خدماتی در تمام بخشی مردم داده میشد، خیلی شاید تعدادی از اونها رایگان بود ولی غالبش پرداخت پول در مقابلش انجام میشد. و ارشد بانم دو جلسه دفتر مدیریت آقای مانیکا شریف حضور پیدا کردیم که این هم خودش یه به اصطلاح خاطری متحیر کننده است. ارشد بانم که فردی که مدیر مجموعه اتحاد بخشی چهارای جهان بوده که مانیکا شریف بودن، مثلا خیلی اصرار داشت که میشه برای من باز کنی که این حرفایی که علیه امام کاشفی گفته گفتی سنداش رو بودن نشون بدی؟ من نیومدم اینجا که سند نشون بدم. من آمدم ببینم ایشون چه کار خیلی انجام میده، اگر انجام میده اعلام کنم که شهر از گردن ما باز شد. و از شما خواهش میکنم نخواه که من سند بدم دوباره تو قصه ادامه بدم، اون رو بذار قضیه جمعش. شما من گفتش که من آقای آمریکا شدی اگه اشتباه نکنم شاید خاله این منه و مطمئن باش من از خاله من میخوام که کمک کنه این نامه که من در نظر شماست بریزه، شما بیرو بگو به من بده. ما مخالفت کردیم، گذاشتیم صبر کردیم که مثلا این مسئله جمع بشه. یه فرق که به سبب مدیریت اقتصادی مجموعه آقای مانیکا شریف در حد اختیارش بود، شروع کرد به توهین کردن من. الان آقای کارگزاران ابراز رضایت هست می‌کنی؟ الان که دیگه آمادگی آزمون انجام بردی؟ الان که اگر ماشین آمریکا زیر فرو نبود با سنگ این بسیجی‌ها رو این عددی ها این بسیجی‌ها پاسدار پاسدارهای وزارت فلان با سنگ زدن شیشه ماشین رو باشه بودن اگر ماشین زیر فرو نبود کی جواب شما جواب بودی؟ ما تعمل کردیم که جمع بشه در بندن بازی چی نداریم. یکی دیگه از مدیرها شروع کرد به صحبت کردنم، حالا با یه ادبیات یه کم آرومتر، ولی همین حرفا من نتونستم تعمل کنم. گفتم ببخشید ما نمیدیم اینجا این بحث رو باز بکنه، چون این بحث رو باز بکنه اتفاقا من با سند اومدم اینجا چون مشکلی میکردم، چون فرمش مدیر اتحاد کودک مدیر تمام بخشی جهان بوده که آجا آقا به من گفت که میخوام این سند رو، من با سند رو بودم با من اینجا تو سر سند رو بودی؟ بعد یه دفعه همون فرد که اسمش رو یاد رفته که آجای ما بکاشنی شوهر خالش میشو یه دکتر پزشکی رو بود، ایشون بعدیش گفته که آجا من از شما خواهش میکنم، من برادر شهیدم، پسر برادر من خونه من نمیاد غذا بخوره و میگه تو نون از مغازه آقای مانیکاشونی میگیری، دکون آقای مانیکاشونی به حال در آمده تو به من نونه های رو بخونم، اما بابا شهید شده حاضر نیستم پول دست تو بخونم، حاضر آدم بخونی برای من روشن باشه، بذار بگه روشن بگه تا برای بگه نمیده حاضر اینجا بچه ها که بعد نماز دیگه قرار نداره اینجا
و این حرف ایشون خوشحال کننده بود برای من، شما دوست داشتم که بگم و چون خواستم فرمندم تموم شد راضی نبودم شما مانده ماجرا باشم و آجاها که خودش میدونسته که درست خب پس من دیده اگه بخواد به این حرفا کشیده شد دیده وقت جلسه من اجازه نمیده من به نمازم نمیرسم و من میرم به نمازم نرسم شما به یه مانده که نیستم و با صحبت ها رو انجام دادیم و اون هم درش کرد و حتی قسمت از زمان میکاشدی گیره و این سبا پس شکاعت از زمان میکاشدی اما گیره و رو پس هم در نروز رو درمه. خب حالا امروز آقای عباس پالیزدار که به افشاگری های سال 87 و اون 54,000 سند صفحه سند نگاه میکنه چقدر اونا رو مستند و همچنان همین امروز اونها رو درست و دقیق میدونه؟ سخنرانی من بخش عمده ایش مستند به اسنادی بود که خودم در تفحص به دست آورده بودم که چه موقع چه الان چه هر وقت دیگه سند حرفم هستم مگر اینکه بگم اسناد دیگر رو رو کنن یا اون سند رو که اتمام بکنه و تا کنون هم که اتمام نیافته. اما بخش کوچیکی از صحبت های من از جمله صحبت هایی که در خصوص آقای هاشمی رفسنجانی و خانواده ایشون کردن برمیگرده به اسنادی که توسط آقای احمدی نژاد و تیم آقای احمدی نژاد در اختیار بنده گذاشته شد. خب با سپاس بسیار از آقای عباس پالیزدار. ببینید خیلی پرسش های دیگری از آقای پالیزدار داریم و بی تردید شما هم دارین. حالا شب دراز است و قلندر بیدار. گفتگویی که امشب شنیدین، صحبت های آقای پالیزدار و هفته پیش شنیدین، هر دو رو در یک فایل مجزا مستقل روی فیسبوک صفحه آخر و در یوتیوب خواهیم گذاشت. متن صحبت‌های قسمت اول گفتگو که هفته پیش بود روی وبسایت صدای آمریکا هست. بخش زیادی از صحبت‌های آقای پالیزدار متنش اونجا هست. متن صحبت‌ها رو امشب هم روی صحبت‌های کم مفهوم ایشون دیدین. امیدوارم که همه تونسته باشن خونده باشن اینو. به هر حال بیش از این امکانات صدا و فنی اجازه نمیداد که بتونیم بهتر بکنیم کیفیت صدا رو. ما اومدیم کیفیت صدا رو این دفعه بهتر کنیم، مثل که بدتر شده بود نسبت به دفعه پیش، ولی لااقل براتون نوشتیم اونجا. باری دیگه این کارام نمی کنیم، یعنی قطعا سعی می کنیم که با کیفیت خوب بفرستیم رو آنتن که اعصاب شما خورد نشه. چی میخواستم بگم دیگه؟ بله، یک نکاتی از درباره میدونید دیگه آقای یزدی مثلا صحبت شد. من یه دقیقه کوتاه وقت دارم خدمتتون عرض بکنم. مثلا درباره آیت الله یزدی صحبت شد. آیت الله یزدی که میدانید ماجراهای لاستیک دینار رو بارها پخش کردیم که همین آقای نعمت‌زاده وزیر دولت روحانی میاد و مفت، یعنی حتی پولش و پولی که مثلا آقای یزدی باید میداده و لاستیک مجتمع عظیم لاستیک دینار رو میگرفته برای خودش، حتی پولش رو میان بهش میدن که بپردازه. اینا رو قبلا در صحبت های سال 87 آقای پالیزدار بوده است و ما پخش کردیم، بارها شنیدین دیگه، امشب پخشش نکردیم. فقط همینو بگم که آقای محمد یزدی همون کسی است که آقای خمینی وقتی که آمد ایران رفت قم، خونه هیچ کس نرفت، رفت خونه حاج شیخ محمد یزدی. همین شخص یعنی اینقدر بهش نزدیک بود و اینقدر بهش اعتماد داشت. همیشه در دستگاه قضایی بوده است ایشون و ولی سال یعنی دوره پیش مجلس خبرگان که ایشون رأی نیاورد، آقای خامنه ای اومد و گفت که عدم حضور ایشون و البته آقای مصباح یزدی هر دو گفت عدم حضور ایشون این رأی نیاوردنشون خسارت است به مجلس خبرگان، یعنی خسران است، ضرر است. باری من هیچ توضیح و تفسیری نمی کنم از این اقتصاد سوداگر آخوندی که شنیدین در صحبت ها و حاکم است بر ایران و با تئوری های کلاسیک اقتصادی هرگز نمیشه توضیحش داد. بریم پرده آخر.
دیدم از اون بالا هیکل خیلی قوی داره به من نزدیک میشه. میبینمش. همونطور که داشت نزدیک میشد یه اشاره کرد به دهن من، دیگه من نتونستم حرف بزنم با اطرافیان. یه اشاره کرد به چشمم، دیگه با چشمم نمیدیدم، میدیدم اما نه با چشم، در ارتباط ها رو قطع میکنم. گویی اشارم به گوشم کرد، حرفو با گوش دیگه نمیشنیدم، فقط با اون میتونستم حرف بزنم. بله بعد مرگ با فرشته ها جنر هم دیگه میبینید، شیاطین هم میبینید، ملائکه هم میبینید، چون روح در اتصالش قطع میشه، بدن در به اون عالم وصل میشه. گفت به او گفتم که تو کی هستی؟ گفت من ملک الموت هستم، برای قبض روح اومدم. گفت جناب سلمان هم که رسید سمت من، یه وقت دیدم دو تا دیگه این ور اون ور من حاضر شدن، غیر این افراد آدمی. خب بیدم نگاه کردم، دیدم که این میدیدم اعمال من دست اینه، حالا ما میگم پرونده، خود عمل رو میدیده. حالا چجوری؟ گفت نگاه کردم هرچی نماز خوندم روزه گرفتم این مثل که همراه شده، اصلا میدیدم اعمال رو. اینا خوشحال شدم که چقدر ما نماز خوندم چقدر روزه گرفتم. گفت یه نگاه کردم این بردیم گناه ها پلو اینه، دست چپیه. گفت خیلی ناراحت شدم که چرا اصلا این گناه ها رو کردم و چرا توبه نکردم، توبه میکرد پاک میشد. گفت فرشته عزرائیل متوجه شد، اون فرشته مرگ متوجه شد که من ناراحت شدم، خودش نگاهی به اعمال من کرد و یه نگاه به اینا کرد و گفت خوبه، سرهم کرد، گفت کش میمونه یه چیزی برات خوبه. شب و روزگار خوش.